سلسله ساسانی سومین سلسله هست که در تاریخ باستانی ایران شکل میگیره. بیش از 30 شاه و ملکه در دوران ساسانی آمدن و رفتن. چرا ساسانیان در مقابل اعراب شکست میخورن؟ سوالی است که شاید هر ایرانی چندین بار در عمر خودش در طول عمر خودش میپرسه. کسی که خیلی اثرگذار بود برای من آقای شاملو بود. میمدن دانشگاه ما و سخنرانی میکردن هر سال. آقای ناظرپور که این سعادت رو داشتم که در جوانی خب مرتب میدیدمشون، لس آنجلس زندگی میکردن. این عکس رو دوست دارم، جلوی حال اصلی دانشگاه برکلیه، جایی که بهم گفته بودن نرو چون بری چپی در میای. برای یه ترم 1995 رفتم. این مصدق به هم رسیده و مفهوم به خاطره خیلی مهمه با من، یک قهرمان ملی بوده. این دوستان خوب من هستن که تاریخ دانای باستان هستن، آقای دکتر رحیم شایگان و روبرت رولینگر و یوسف ویسهوفر. این دوتا تاریخ دان بزرگ مهم دنیای باستان در اتریشی و آلمانی هستن. دکتر شایگان هم که تاریخ دان مهم ایران و باستان. این اولین کتابی که من نوشتم کتاب خیلی کوچیکه، درست 20 سال پیش، شهرستان‌های ایران شهر، یک متن پهلویه درباره جغرافیای ایران و تمام روایت‌های تاریخی و حماسی که در هر شهری به وجود می‌آمد. و در حقیقت این دید من و نگاه من درباره اینکه حالا ایران شهر غیره با این کتاب شروع میشه. یه چیزم درباره ایران شهر نوشتم و دنیای ساسانی که در حقیقت این مانیفستویه که درباره اینکه ایران شهر کجاست، چیست. The talk tonight is entitled The Idea of Iran Shahr and its Cultural Heritage. The reason that I'm dealing with this topic is that when I was much younger, I edited a Middle Persian text. It was about 2002 that was published, called Shahristani-hai Iran Shahr. And it sort of gave me an idea of how these people in the 9th, 10th centuries, Zoroastrian priests sitting probably in Baghdad, are reimagining and looking at this geography and calling it Iran Shahr, an alternative worldview and ideas not only about the past, but the present. من فکر میکنم ایده ایران شهر و ایران پیشینش چرا به دوران هخامنشی و در متون اوستایی میره، ولی اینکه یک نفر بیاد بگه من شاهنشاه ایرانیان هستم و بعد پسرش بگه جایی که ما برش حکومت میکنیم ایران شهر هست و بعد موبد زمانه بیاد و بگه درست میگم کدوم استانها ایران شهر هستن و کدوم ان ایران شهر هستن، در همون قرن سوم با اردشیر و شاپور. من موقعی که با آقای دکتر طباطبایی آشنا شدم بیشتر درباره اهمیت نوشتش درباره ایران شهر آشنا شدم و درک کردم. در حقیقت ایران یک کلی است فراهم آمده از اجزای بسیار، اما این یک هماهنگی درست میکنه و این مجموعه است که در هماهنگی عمل میکنه. این هماهنگی، این از ویژگی های ایرانه که متکثر باشد و متکثر بوده است، اما از ویژگی های ایران هم هست که تونسته اون وحدت این تکثر رو درست بکنه. شهر مکانی است که ایرانیان در آن سکنا دارند، در آنجا امن هستند، به گفته متون در آنجا فرهنگ وجود داره،
قانون و یک نظمی وجود داره و به شکلی توصیف شده به مانند یک باغ زیبا که شاه در حقیقت به مانند یک باغبان داره از اون اداره میکنه. Type of action by the king and the state has sometimes been discussed, or I would actually call it, under the rubric of the gardening state. This is an idea that really bodes well with Khosrow I as the king acting as the gardener. That is, he sort of takes care of the wheat, right? You have this beautiful garden. If there are any weeds, you have to pluck it out as the good gardener. And that is actually sort of a good idea to have in discussing some of these empires that we talk about. کردیر موبد مهم زرتشتی قرن سوم میلادی در یکی از کتیبه‌های خودش عنوان میکنه که من با شاه و در رکاب اون رفتم به انواع مناطق موقعی شاپور شکست میده رومی ها رو و در سه جنگ پیاپی شکست میده اونها رو و میگه من در ایران شهر آتشکده های مختلف برپا کردم و مغان رو در سکنا دادم از آسورستان، یعنی جایی که ما امروز میگیم کردستان عراق، جایی که ما امروز میگیم عراق مرکزی یا بغداد که دل ایران شهر هست در حقیقت، استان فارس، آذربایجان، کرمان، سیستان، خراسان، این درست ایران شهر هستش. و بعد صحبت میکنه ان ایران شهر، قفقاز و بعد سوریه. ایران شهر doesn't mean modern nation state of Iran. It is an assemblage of certain nation states or an area that I'm imagining between these two rivers, let's say. ایران شهر مکانی است که متعلق به ایرانیان است. جایی است که ایرانیان در آن زیست میکنند. ان ایران شهر جایی است که غیر ایرانیان هستند و خارج از محبته و سلطه ایرانیان بوده. On his coins, Shapur claims not only to be the king of Iranians, but also an Iran, non-Iranians. This is particularly interesting in light of the great Zoroastrian priest of the 3rd century, Kerdir, who maps out this Iranian and non-Iranian lands or the landscape. And one can perhaps suggest here that beyond the religious view of Iran and Iran, Shapur's and Iran is the lands, obviously, that he has conquered in his struggles beyond the Euphrates, namely Syria and Anatolia, which came under his control. شاپور اول عنوانی که به خودش میده شاهنشاه ایران اد ان ایران، یعنی کاملا براش مشخصه که نه تنها شاه ایرانیان هست و ایران شهر هستش، بلکه پادشاه کسانی هستن که ایرانی هم نیستن. و این هم خودش خیلی مهمه که شما بتونید در یک زمانی این ایده رو داشته باشید که یک جای ایران هست و ایرانیانی وجود دارن و بعد جایی هم هست که براش حکومت میکنن که غیر ایرانیان هستن. در ایران ما در قرن ششم در متون قانونی زرتشتی و فراش از زرتشتی باشه مدیوان هزار دادستان که در حقیقت میبینیم که درباره زن شهر، مرد شهر، کسی که شهرونده و اینها همه پایبند قوانین شاهنشاه هستن. این داره به ما نشون میده که مذهب شما مهم نیست، که شما زرتشتین یا مسیحین یا یهودی مسیح یا مانوی، مثلا اینکه شما پایبند قوانین مملکت باشین، شاهنشاهی باشین. Through rough tolerance, the Sasanian Empire was able to rule over a diverse group of people and religious communities, some with and others without religious hierarchies. It made sure that from the 3rd to the 7th century CE, these various religious groups abide by the rule or the ruler of Iran Shah. Thank you. خیلی مهم، نقطه عطفیه در تاریخ قانونی این مملکت ما. شاید در دوران داریوش اول، در دوره هخامنشی، ما میدونیم قانون شاهی بوده و مثلا یهودی ها هم از اون به اون پایبند بودن و واقعا دوران درخشانه. در دوران ساسانی هم ما این رو میبینیم. برای همین هست که من میگم یک فرهنگی و یک قانونی وجود داره که فرامذهبی است و این باعث میشه که این نودید و فرهنگ باقی بمونه.
چیزی که در پهلوی میبینیم ایر منشنی، منش ایرانی چیست، دیدگاه ایرانی چیست. خب در حدود زیادی در این متون یک دید آریستوکراتیه، ولی من فکر میکنم این دلیل نیست که دیگر مردم در دیگر طبقات هم دنبال این مسائل نبودن. ولی به طور مثال ما در متون میبینیم که کسی که این فرهنگ ایرانی رو داره و متون خارجی هم اون وقت دربارش مینویسن، ایرانی ها مثلا به طور کل در زمان طعام خوردن سخن نمی گفتن. البته این بر حسب متون دیده زرتشتی هستش، این سری آداب و رسومه. برای اینکه یک ایرانی باشی، کاری که ایرانی ها میکنن چه کاری میکنن؟ یک سری بازی ها هست که برای هوش و آمادگی ذهنی شما، چیزی که یونانی بهش میگن پایده یا فرهنگ، چیزی که ما ایرانی ها میگیم فرهنگ، یونانی میگن پایده. یا شما اگه فرهنگ ایرانی دارید، شما شطرنج بلد باشید، بازی کنید، تخت نرد. بازی شطرنج و تخت نرد، اولین متنی که ما داریم در دنیا باستان متنیست پهلوی، که من خوب میگم مهمه، هم برای اونه که تاریخ شطرنج برایشون جالب تخت نرد و همطور ادبیات. از ورزش های آریستوکراتیک خب قاعدتا تیر انداختن، تیر و کمان، این چیزی که از زمان هرودوت ما از قرن پنجم قبل از میلاد میدونیم که جوانان ایرانی باید یاد بگیرن و بعد این کار بکنن. در متون همچنان میبینیم شکار، نخجیر رفتن. بازی چوگان، بازی است که در چین هم هست، ولی بازی است که کاملا با ایران اخت داره و اولین بار باز در ایرانی که ما میبینیم. ایده شکار که ایده باستانی است. شما در زمانی که فصل نبرد نیست، معمولا شکار میرید که خودتون رو آماده کنید برای فصل نبرد. در ایران ما سیستمی که همیشه از دیرباز داشتیم شاهنشاهی بوده. ما میدونستیم و خود شاهان میدونستن، شاههای مختلف و قسمتهای مختلف بوده که کسانی دیگه بودن که شاه داشتن، ولی سیستم اینه که شما یک شاهی دارین که دیگر شاهان از اون در حقیقت اطاعت میکنن. و این رو اقلا از دوران حالا ماتها ما اینو میتونیم ببینیم که شاهنشاه بوده، چون که در فارسی باستان داریم خشایعیسی یا خشایعیتیان، هم یا همون که برمیگرده به شاهنشاه، از اون زمان این لقب بوده. البته ما میدونیم قبل از اون هم در شمال ایران حالا و یعنی اورارتی ها و آشوری ها هم که یک در حقیقت میشه گفت امپراتوری ولی شاهنشاهی هم هست، اونها هم لقب شاهو داشتن یا شاه شاهان. ولی چیزی که دبا ایران اخت میگیره و در طول تاریخ با ایران شناخته میشه. درباره زبان فارسی و اهمیتش در تاریخ در قبال زبان‌های محلی، خب این مشخص است که هیچ دولت مرکزی به اون فرمی که وجود نداشت مثل دنیای مدرن، کسی این زبان رو تحمیل نکرد. این زبانی بود که انقدر تاریخی تداوم داشته و مهم بوده، یعنی ما داریم از دوران هخامنشی 2500 سال ما داریم درباره زبان صحبت میکنیم، که خب یه پرستیژی داره. و اگر شما میخواین یه قسمتی از این فرهنگ ایرانی رو خودتون بدونید و درش ادامه بدین، بنویسین، شعر، ادبیات و تاریخ، زبان فارسی رو استفاده میکنید. و این مشخصه. من اینو میگم برای اینکه من خیلی تازگی دیدم که از یه میگن این فارس، پان فارس ها و فارس، کسانی که فارس هستن کسانی هستن که در استان فارس زندگی میکنن. من که فارسی حرف میزنم یک ایرانی هستم. این خیلی مهمه. ما این ملیت هویت ایرانیمون رو باید جدا کنیم از زبانی که صحبت میکنیم. زبان پرستیژ نه تنها در ایران، قبل از این در هند و تا مرز چین زبان فارسی بوده. این کسانی که اهل ادب بودن، تاریخ بودن، این رو مینوشتن و ازش استفاده میکردن.
ببینید زبانی که ما میگیم زبان فارسی در سه دوره میشه اینو توصیف کرد. دوره باستانیش از دوره هخامنشیه. از اون زمان ما سند داریم که زبان فارسی خب میدونستیم که صحبت میشه توسط پارسا ولی داره نوشته هم میشه. داروش خودش در کتابش میگه من اینو در حقیقت زبان ایرانی گفتم یا آریا، در حقیقت یک زبانی که دست همون اول زبانی است که همه رو زیر پوشش قرار میده. زبانی است ایرانی، واقعا زبان فارسی. من اینو میگم چون فارسی صحبت میکنم، اصلا شواهد اینه. و بعد تا دوره ساسانی که در حقیقت دیگه فرم فارسی میانه متداول شده، این زبان خوب وجود داره و زبان فارسی میانه قابل شناخته با اینکه تغییر پیدا کرد، ولی زبان باید تحول پیدا کنه یا والله از بین میره. و بعد خب فارسی کلاسیک رو میبینیم که ادامه داره. ۱۹۹۹ بود، تزم رو داشتم فایل میکردم، باید فقط دو هفته دیگه میرفتم که کلا رو میذارن سرتون و شاد. ولی زمان آقای خاتمی بود، در ایران قانونی تصویب شد که ناگهان کسانی که مشمول بودن میتونستن برای سالی سه ماه برن ایران. من نمیدونم چند سال بود، 13 سال بود چون نرفته بودم. مثلا نمیخوام برم برای گریجویشن برم کلا اینا بود، اصلا مهم نبود. سوار هواپیما شدم و ایران آمدم بعد از مدت. خب برای من واقعا عالی بود. آقای رجا افشار رو البته در کتابخونه اول در دانشگاه UCLA دیده بودم. ازم پرسیده بود چی کاره یا گفتم دارم راجع به ایران میخونم. نگام کرد و گفت بیا ببرمت سفر اگر اومد ایران. رو رفتم اونجا و این شانس رو داشتم که در 12 سال با ایشون هر سال یک یا دو سفر بریم با جیپ ثبتشون. لاپاس دادم تو جیبت باشه و این که گفت تو درسته تاریخ ایران و ایران شناسی ولی ایران نه تهران نه که تو همش توش نشستی میای نه اون چیزی که تو کتابا خوندی. بیا بشین بریم خونه مردم بخوابی ببینی چی میخورن چی کار میکنن فکرشون چطوره، بعد شاید بتونی بگی ایرانه مقدارش رو میشناسی. که خب واقعا عالی بود که تونستم این فرصت رو داشته باشم. اونچه که به دانش من درباره ایران ساسانی کمک کرد یکی دیوار گرگان بود. دیواری فوق العاده و شما موقعی روی این دیوار که یه تپه‌ست الان با آقای افشان ایستادم و اتفاقی عکس خوبم دارم باش، شما درست میتونید ایران شهر رو در این ور ببینید و در حقا آباده حتی امروز. و شما موقعی که اونجا اویسس اون ور رو میبینید مسطح و هیچ نیستش بغیر از چند شطر. شما واقعا احساس میکنید که موقعی که اینا صحبت میکنن راجع به ایران و ان ایران، ایران شهر و ان ایران شهر، شما درست در یک نقطه ایستادید که واقعا میتونید حس کنید بعد از 1800 سال که همچین چیزی بوده، یعنی ساخته شده. حالا این دیوار این رو باعث شده یا نه، ولی آدم کاملا براش مشهوده. آقای افشار یه چیزی که خیلی جالبه من نشونده که این محققان محلی هر کدوم چقدر دانش دارن درباره اون محلی که هستن و این تبادل اطلاعات با اونها چقدر زیباست و مهمه که آدم تو خارج درست نشسته فکر نکنه فقط همیشه تو این کتابخونه های اینجا هستش و کلی اطلاعات و منابع و دانستنی هاست که بعد اونجا آدم بدونه. یاد گرفتم که ایران تهران نیست،
و این واقعا این تمدن ایرانی که در هر خطش یه مقدار متفاوته و زیبایی های خودشو داره و این یه زیباییه. من اینی که همه چیز یکسان بشه و یک پارچه اصلا در رفتارش نیستم، واقعا زیبایی یه چیزی میکاهه به نظر من. شما نمیتونید درباره جایی بنویسید که هیچ وقت توش نبودین و جغرافیشو نمیشناسید. این میشه یه فانتزی، به قول آمریکایی ها میگن محقق پشت میز دیگه. خوششانس بودم که حالا شاید از خارج اومدم، هم با افراد جالبی آشنا شدم، هم خب یه مقدار تونستم یه کاری که دلم میخواست بکنم. با آقای افشار رفته بودیم اورمانات، اونجا ما هم عکس گرفتیم. آقای علی دهباشیه که اولین بار که ایران برگشته بودم برام برنامه گذاشته بودن. این دفتر بخاراست که خیلی جمع می شدن و ما هم که از پرنگ می رفتیم پر آقای دهباشی. دکتر شفیعی بالا اولین باره که رفته بودم منزلشون ببینمشون. نون بربری داستانش اینه که ماه رمضون بود، داشتم می رفتم دفتر آقای دهباشی، کلی گرسنه، میدون فردوسی خیابون رفعت‌جو وارد شدم، دیدم یک نون بربری اونجاست و انقدر من یه حالت عاشقانه داشتم نگاه میگم که یه عکاس اونجا بود و عکاس به من گفت که آقای دریایی لطفا این نون رو همجور نگه دارید، نگاهتون خیلی مخصوص نسبت به این نون بربری. نام ایران باستان، من ایران که برگشتم میدن درباره تاریخ و تمدن ایران باستانش کتاب مجله چاپ نمیشه. خب این موضوع تابویی بود این موقعی و من گفتم این کارو بکنیم. همکارم دوستم آقای دکتر خطیبی واقعا پشتیبان این جریان بود و رفتم دفتر آقای پورجوادی مرکز نشر. پورجوادی گفت بسیار خوب، هیئت تحریریه درست کنید، مقاله ها رو بگیرید، من چاپش میکنم. و واقعا روی کردن این کارو کردن و ما هم همین ادامه دادیم و کاری بود بین‌المللی. من در واقع می‌خواستم یه پلی برقرار بشه، یه ارتباطی بشه و واقعا محققان در جایی که اروپایی آمریکایی می‌نوشتن و همچنین ایرانی، نصف فارسی نصف زبان‌های اروپایی، تا اینکه نمی‌دونم دیگه چی شد، چندین رئیس اومد و رفت و یک روز به من گفتن ما دیگه مجله برامون اصلا نیازی نیست که بخوایم چاپ بکنیم. تندیس نگهبان رو هم به بنده هدیه دادن ایران که خب خاطر خیلی خوبی رفتم موزه فرش و برنامه انجام شد و به پاس قدردانی از زحمات چندین ساله جناب عالی در خدمت فرهنگ و تمدن ایران زمین. تندیس آقای نگهبان باستانشناس مهم ایران. یه مقاله درباره خلیج فارس نوشتم، در حقیقت در آنچه که در دورش میگذشته قبل از اومدن اسلام و این منجر شد که خب در ایران دوستان لطف کردن و یک جایزه به ما دادن و یک لوح و قلم و یک تقدیرنامه برای بنده فرستادن، جشنواره کتاب خلیج فارس. تاریخ نگاریش خب دست خوش در خود ایران سیاست زده است و ما هرچی بیشتر جلو میریم با اینکه دیدمون باید بهتر بشه، دست خوش بیشتر سیاست زدگی میشیم در تاریخ ما. در صورتی که باید کاملا این رو باید جدا کنیم، یعنی واقعا تاریخ نباید دست خوش این نوع دیدگاه ایدئولوژیک باشه، این بدترین کاری. من بگم خیلی از اونایی که خواننده میگم دانشمندن و حتی کتابخون هستن میتونن بعد از چند صفحه بفهمن یکی داره غرض ورزانه تاریخ می‌نویسه.